پدرها و اجداد و آبا و اجدادمون شما کردن کلش خلاف شریعت است و ما خودمان نریم و دیگر هم باید اجازه ندیم. کلش خلاف شریعت است، خلاف عقیده سالم و عقیده درست است. دیگه هر کسی که میکنه و کار خودش است، ولی از لحاظ شریع یک کار نامشروع. یعنی مردم تا یه اندازه رو جدی است که از وطنه رو بدم قریم و رفته برادر من گفت رفته 10,000 افغانی رو در جیب انداخته تا مزار که زاد سخی میره مویم پسیش بیچاره که سبر برده. یعنی مردم صحیح با تجهیزات میره کمونی وقت تیر کنه. خود اگر ما در مجموع گفتیم خواجه سوی کار نامشروع، اگر هر کسی او کار میکنه به هر عنوانی که باشه او کار نامشروع و ما چی که نظر شریعت است که خلاف شریعت است آدم به اوجه باید نه. ببخشم در راجب ابراهیم علیه السلام است که اون مسلمان بود، عیسوی نبود، نصرانی نبود. با دیگه تمام پیغمبرا میگه مسلمان بودن. خب این منظورش هم است که بعد از اینکه یک توقف یا یک فترت آمد، بعد از آمدن عیسی علیه السلام یک توقف آمد، مردم از معلومات یا امو آیت های درست انجیل منحرف شده بودن. بعد از پیغمبر سلام اولین کسی بود که مسلمان شد. در غیر از درست است که تمام پیغمبر ها کلش مسلمان بودن و کلشون همه چیزی رو میگن. ببینیم که پیش بریم چی میگن. ببینیم باز به می آیت میگن که آیت نمبر 14 قل اغیر الله اتخذ ولیا، بگو آیا بگیریم ما غیر الله جل جلاله ولیا، کدام معبود، کدام خدا، خدایی که فاطر السماوات و الارض، پیدا کننده آسمان ها و زمین است، و هو یطعم و لا یطعم، خداوند طعام میته و بردو طعام داده نمیشه. آیا میتو غیر از این خدا دیگه کدام خدایی را من به عبادت بگیرم؟ قل اني امرت بغو يقينا بما امر شده ان اكون تا ما باشم اول من اسلم، اولین کسی که اسلام آورده. و دیگه بما ایتر امر شده که ولا تکونن من المشرکین، و تو نباش از جمله مشرکان. قل اني اخاف ان عصيت ربي، قل بغو اني يقينا ما اخاف میترسم ان عصيت اگر من نافرمانی کنم ربی پروردگار خدا. من میترسم. از چی میترسم؟ عذاب یوم عظیم، از عذاب روز بزرگ. حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که اگر من معصیت خدا را کنم من میترسم. درست است؟ من یصرف عنه، هر کسی که یصرف عنه دور شو از او یا گردانیده شو از او، یوم ایدن در ای روز، در روز قیامت، فقد رحمه، هر کسی که عذاب در روز قیامت از او دور شو، فقد رحمه، یقینا خداوند سر از او رحم کرده. و ذلك الفوز العظیم، و ذلك الفوز المبین، و ای یک کامیابی آشکار و واضح است. و ای یمسسک الله بضر، اگر دیگه فقط تو چیز خاص نیست استاد، چه متوجه الفاظش باشن ببین چی میگه. و ای یمسس، ای در اصل و ان است، و ان به معنی اگر. و ای یمسسک، اگر به تو یمسسک الله، اگر خداوند به تو مس کنه، یعنی به تو تچ کنه، به تو برسانه، بضر، به کدام ضرر، فلا کاشف له، نیست دور کننده لهو بر زمی ضرر. این ضرر میشه که تکلیف باشه، مرض باشه، یک مشکل باشه، برازو دور کننده نیست الا هو، مگر الله جل جلاله. ما باید به یقینه باشیم که هر چیزی که هست از طرف خداوند است و او را دیگه کس دور کرده نمیتونه غیر از خداوند. اگر دکتریست و طبست و تداویسی مسائل است، کلش خداوند امر کرده که بله شما به چیزا عمل کنین، این مخالف عقیده نیست.
خو خداوند اونمو تداویر وسیله میگردانه که آدم جور شوه. خو اصل شفا و اصل ضرر از طرف خداوند جل جلاله است. و او هم به این عنوان وقتی که به کسی یک ضرر میرسونه او امتحان میداره. فقط دنیا در مجموع کلش امتحان است. و ای امسس که بخیرین، اگر بر تو مس کنه، بر تو لمس کنه یا بر تو برسانه، بخیرین به خوبی. خیر یک کلمه هم است، یک خوبی در مجموع خدا بر تو بته. فهو علی کل شیء قدیر، یقینا الله فهو، پس الله جل جلاله علی کل شیء، بالای هر چیز قدیر قادر است. و هو القاهر فوق عباده، خداوند جل جلاله با قهر است، خداوند غالب است، خداوند بالا است، بالای بنده های خود. خداوند با قوت است، خداوند غالب است بالای بنده های خود. و هو و الله جل جلاله الحکیم، ذات با حکمت است و با خبر است. در اینجا آیتی که در پیشوی ماست یک سبب نزول داره، قل ای شیء اکبر شهاده. سبب نزول از چی است؟ ای است که بعضی از کلانای مکه پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن و برش گفتن که یا محمد میگه ما نرا احدا یصدقک بما تقول من امر رساله، میگه ما هیچ کسی را پیدا نمیتونیم که تو را تصدیق کنه در موضوع رسالت. ایت نفر را ما پیدا نمیکنیم که بگه تو یقینا رسول استی. و ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى وما از اهل کتاب، از یهود و نصارا هم یه پرسان کردیم که در رابطه با محمد شما چی میگین؟ فزعموا ان ليس لك عندهم ذكر ولا صفه. اهل کتاب یهود و نصارا به ما گفتن که در تورات و انجیل از تو هیچ چیز ذکر نشده، نه کدام نامت ذکر شده و نه کدام صفتت ذکر شده. پس تو میگه فارنا من یشهد لك انك رسول کما تزعم، میگه خیلی تو بر ما بگو که تو چه قسم ثابت میکنی که تو پیغمبر رسول و رسول است. در مکه ما ایتور یک نفر نمیشناسیم که نفر مثلا درست باشه. و اهل کتاب میگه که چی است؟ ما در تورات و انجیل هیچ از محمد چیزی نشنید. بر تو کی شهادت میده که تو پیغمبر هستی؟ خداوند این آیت برش نازل کرد. از خدا قدر دیگه کی شاهد کلان شده میده؟ هیچ کس شده نمیده.